سلام و خوش آمدین من جاوید نیمی هستم با مجموعه خبری رادیو آزادی قرار است وزیر دفاع آمریکا به زودی برای گفتگو روی توافقنامه هسته ای ایران بر عربستان سعودی و اسرائیل سفر کند سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید هشتون کارت رفته آینده روی موثریت این توافقنامه با مقام های دو کشور گفتگو خواهد کرد رایس در صحبت با رویترز گفت در صورتی که ذخیره یورانیم غنی شده ای ایران با یک کشور سو مانند روسیه منتقل شود ایالات متحده از آن نگرانی نخواهد داشت خانم رایس درباره سفر هشتون کارتر گفت اش کارتر وزیر دفاع در اوایل هفته آینده به اسرائیل و عربستان سعودی خواهد رفت و در آنجا از ادامه همکاری عملی ما با هر دو یعنی اسرائیل و شرکای ما در خلیج اطمینان خواهد داد پیش از این بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا از است توافق هسته با ایران حمایت کرده و گفته بود این پیمان با منافع ملی آمریکا مطابقت دارد اما در این حال اوباما در نشست خبری دیشب در قصر سفید گفت که ایران تا هنوز برای منافع ایالات متحده یک تهدید است سازمان ملل متحد میگوید یمن در بحرانی ترین وضعیت بشری قرار دارد به گفته نماینده این سازمان در نتیجه حملات ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن بیش از 3000 تن کشته شدند اضافه از یک میلیون تن خانه را ترک کردند و 21 میلیون تن دیگر به کمک های فوری بشری نیاز دارند جولیان آرنای سرپرست دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد برای یمن میگوید بزرگترین ضرورت های شهروندان این کشور آب، ادویه و لوازم طبی، مواد غذایی و سایر نیازمندی های اولیه است. یمن حدود 25 میلیون تن جمعیت دارد از میان آنها 21 میلیون تن آن به کمک بشری نیاز دارند انتظار می رفت آتش بس به میانجیگری سازمان ملل متحد در یمن از شنبه 11 همه جولای آغاز شود تا در نتیجه نیازمندی های اولیه به آن کشور انتقال یابد اما عربستان سعودی گفته که این آتش بس را به رسمیت نمیشناسد و به حملات هواییش ادامه خواهد داد هدف عربستان سعودی از این حملات سرکوب حوسی های یمن است که در حال حاضر قدرت را در دست دارند و برخی از کشورهای جهان برای یاد بود از یک سالگی سانه هوایی خطوط هوایی مالزیا که در شرق اوکراین هدف راکت قرار گرفت آماده می شوند. جمعه هفته همه جولای مصادف است با نخستین سال روز این رویداد. در پرواز شماره همه جفده خطوط هوایی مالزیا 298 سرنشین عملی پرواز کشته شدند. یک سال پیش این تیاره که از کوالالامپور به امستردام می رفت در منطقه هدف قرار گرفت که در کنترل شورشیان و جدایی طلبان طرفدار روسیه است غرب و حکومت اوکراین ادعا می کنند که جدایی طلبان این تیاره را هدف قرار دادند تقریبا 70 درصد سرنشینان پرواز MH17 شهروندان هلند بودند مالیزیا که یکی از 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد تا سال 2016 خواهد بود متن یک قطنامه را به خاطر محاکمه عاملین این رویداد بعضای شورای امنیت توضیح کرده است در ایالات متحده آمریکا، امریکا در شیکاگو ایگور کرگن یکی از قماندانان سابق جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین را رسما به سقوط این تیاره متهم دانسته است بینند عزیز سپاس از تان در این مجموعه خبری برای آگاهی از تازه خبرها ما را در اینترنت دنبال کنید. آزادی رادیو تا بعد وقت خوش خدا نگهدار رادیو آزادی. را آزادی از صبح تا شام